امروز میخوام در مورد روش‌های تشخیصی در حوزه بیماری‌های قلبی عروقی شامل نوار قلب، اکوکاردیوگرافی، تست ورزش و اسکن و سیتی آنژیو براتون صحبت بکنم. اینکه هر کدوم چه کاربردی دارن و به چه روشی به تشخیص بیماری‌های قلبی کمک می‌کنن. با سلام، من دکتر کامران آینفر، متخصص قلب و عروق و فلوشیپ فوق تخصصی آنژیوگرافی و بالون آنژیوپلاستی، امروز پزشک ویژه شما در کانال دکتر 724 هستم. دوستان عزیز، امیدوارم که مطالب پزشکی که در کانال برای شما ارائه میشه مفید واقع شده باشه. لطفاً برای حمایت از ما حتما اون زنگوله رو بزنید. به محض اینکه ویدیوی جدیدی منتشر میشه توی کانال، شما اولین نفری باشید که مطلع میشید. در حوزه بیماری های قلبی عروقی ما چند روش تشخیصی یا در واقع روش تشخیصی پاراکلینیک داریم که به وسیله در واقع چند تا دستگاه یا در واقع متدهای تصویربرداری یا روش‌های دیگری است که من اینجا عناوینش رو و تا حدودی از هر کدوم یه توضیحات خدمتتون عرض می‌کنم، چون که خیلی از بیماران سوال می‌کنن، خیلی از عزیزان می‌پرسن که مثلا این روش چیه، اون یکی روش چیه. من لازم دونستم که در خصوصش یه چند دقیقه‌ای برای شما صحبت بکنم. یکی از اصلی ترین، پایه‌ای ترین و قدیمی ترین روش‌های تشخیصی بیماری‌های قلبی عروقی نوار قلب یا همون الکتروکاردیوگرافی است. علارغم اینکه تکنولوژی بسیار پیشرفت کرده و روش‌های بسیار جدیدی برای تشخیص بیماری‌های قلبی عروقی ابداع شده، کماکان EKG یا نوار قلب یکی از اصلی ترین روش‌های تشخیصی است و کمک بسیار بسیار زیادی به تشخیص بیماری‌های قلبی عروقی می‌کنه. دستگاهی است که همه شما فکر می‌کنم تجربه‌اش رو داشتید. از طریق چند تا لید که به قفسه سینه، به دست و به اندام‌ها نصب میشه، یک سری در واقع ولتاژ‌های الکتریکی از قلب ضبط میشه و روی یک نوار در واقع به تصویر کشیده میشه که ما از طریق اون برای تشخیص بیماری‌های قلبی استفاده می‌کنیم. چند تا نکته در مورد همین نوار خدمتتون عرض بکنم. خیلی از بیماران میان میپرسن آقای دکتر، خب ما نوارمون چطور بود؟ گرفتگی رگ دارم ندارم؟ ببینید، نوار قلب یک کلیتی از چند نکته در قلب در اختیار ما میذاره. یکی ریتم قلبه که آیا منظم میزنه یا منظم نمیزنه، یکی تعداد ضربان قلبه و یکی هم تغییراتی است که به واسطه اون ما میتونیم حدس بزنیم که آیا گرفتگی های قدیمی، سکته های قدیمی یا در واقع تغییرات جدیدی در عروق قلب وجود داره یا نه. ولی تقریبا کلیه اطلاعاتی که از این طریق ما به دست میاریم به صورت غیر مستقیم هست. در خصوص بیماری های رگ های قلب یا گرفتگی رگ دارم عرض میکنم. نوار قلب یک روش بسیار خوب برای تشخیص آریتمی های قلبی است. کسانی که ریتم قلبشون نامنظمه، منظمه، ضربانش بالا میره و از طریق اون خیلی میتونیم خیلی از بیماری ها رو بهش مشکوک بشیم و با روش های پیشرفته تر بتونیم و دقیق به تشخیص دقیق برسیم. ولی باز چون جزء سوالاتی است که خیلی پرسیده میشه، از طریق نوار ساده در هنگام استراحت به صورت مستقیم ما نمیتونیم 100% در مورد گرفتگی رگ به صورت حاد یا به صورت مزمن نظر قطعی بدیم. یک سری شواهدی از روی EKG یا الکتروکاردیوگرافی میتونیم به دست بیاریم که به وسیله اون میتونه به ما کمک بکنه در تشخیص بیماری های قلبی. پس یکی از اصلی ترین و قدیمی ترین و پایه‌ای ترین، همونطور که خدمتتون عرض کردم، همین دستگاه EKG یا نوار قلب هست. روش تشخیصی دوم که روشی است که خیلی خیلی استفاده میشه و خیلی به ما کمک میکنه، اکوکاردیوگرافی است. ببینید، اکوکاردیوگرافی در واقع مکانیسمش و پایه و اساس تصویربرداریش عین سونوگرافی است. یعنی از طریق امواج صوتی در واقع میره و یک تصاویری به ما میده، ولی سونوگرافی قلب در واقع بهش اکوکاردیوگرافی اطلاق میشه. اکوکاردیوگرافی چه اطلاعاتی در اختیار ما میذاره؟ باز اینجا من داخل پرانتز یک نکته ای رو عرض بکنم، اکوکاردیوگرافی هم رگ‌های قلب رو نشان نمیدهد. خیلی از بیماران میان میگن آی دکتر اکو کردی، خب رگام چطور بود؟ یا فرض بفرمایید میگن مثلا ما رفتیم اکو کردیم، به ما گفتن که نمیدونم مثلا دو تا رگت گرفته. نه، هیچ وقت به صورت مستقیم از طریق تصویر اکوکاردیوگرافی در مورد رگ‌های قلب نمیشه قضاوت کرد. چرا؟ چون اصلا رگ‌های قلب دیده نمیشه.
ولی چه اطلاعاتی در اختیار ما قرار میده؟ یک اطلاعات ساختاری کل قلب رو نشون میده. یعنی ما دو بطن راست و چپ، دریزهای راست و چپ، دریچه های قلبی رو از طریق اکوکاردیوگرافی میتونیم ببینیم و همچنین در واقع حفاظی که دور قلب به اسم پریکاردیوم وجود داره، یک لایه‌ای که دور قلبه و اون رو میتونیم به صورت ساختاری ببینیم. بیماری های دریچه‌ای، وجود یا عدم وجود لخته در حفرات قلب، کاهش یا افزایش ضخامت دیواره قلب، میزان پمپاژ قلب یا در واقع قدرت قلب از طریق اکوکاردیوگرافی به دست میاد. شاید بشه گفت مهمترین کمکی که اکوکاردیوگرافی در حوزه قلبی عروقی به ما میکنه همین قدرت و توانایی پمپاژ قلب هست که ما ازش به عنوان ایجکشن فرکشن یا EF نام میبریم. همینجا یک نکته دیگه رو هم خدمتتون عرض بکنم. خیلی از بیمارا میان میگن که آقای دکتر من اکو کردن EF هم مثلا 50% بود یا 30% بود یا 20% بود. این به چه معناست؟ ببینید EF یا ایجکشن فرکشن یعنی میزان نسبتی است که قلب خون رو قبل و بعد از اینکه خون از قلب خارج شد به ما میده. یعنی میزان جمع شدگی، میزان قدرت پمپاژ قلب رو به ما میگه. عددی که معمولا توی اکوکاردیوگرافی بیمارا میرن و کنجکاو میشن و نگاه میکنن، مثلا میگن این 50%، 40%، 30%، اینا بسته به هر مریض متفاوته و شدت نارسایی رو به صورت متفاوت ارزیابی میکنه. ولی این نکته رو به صورت کلی خدمتتون عرض بکنم که پمپاژ قلب یا عدد EF نرمال 55 تا 65% هست، تا 60% هست. یعنی خیلی از مریضا میان میگن آقای دکتر ما EF نوشته 50%، ما قلبمون 50% کار میکنه. نه، این شکلی نیست. عدد نرمال EF همون بین 50-55 تا 60% هست. به این معنی نیست که کسی که EF 50% یعنی قلبش نصف داره کار میکنه، نه. و از سوی دیگر باز دوباره این اعداد رو نباید بیماران بهش خیلی توجه بکنن و حساس بشن. مثلا کسی که EF قلبش 15% با کسی که EF قلبش 10% یا با کسی که 20% از نظر پیشاگهی طول عمر خیلی با هم دیگه فرق نمی‌کنن. ولی در اکوهای سریالی که بعضی از بیماران میشن یا اکوهایی که توسط همکاران مختلف میشن، این عدد خیلی روی در واقع مغز بیماران هست و میان میگن آقا دکتر مثلا من پارسال اکو کردم 20% بود، امسال شده 15 یا چه میدونم 20 بود شده 25. نه، این اعداد اعدادی است که در حیطه‌های مختلف فرق میکنه. مثلا ما نارسایی شدید رو زیر 30% قلم داد میکنیم، نارسایی متوسط رو 30 تا 45 و نارسایی و در واقع قلب نرمال رو هم 50 به بالا در نظر میگیریم. پس به این عددها خیلی بها ندید. پس برگردم به بحث اصلی، اکوکاردیوگرافی روشی است که به وسیله اون ما اولا رگ‌های قلب رو نمیبینیم به صورت مستقیم، دوما ما اطلاعاتی که به ما میده بیشتر در خصوص ساختار در واقع سخت افزاری قلب هست، دریچه‌ها، دیواره‌های قلب، پریکاردیوم و پمپاژ یا قدرت در واقع پمپاژ قلب رو، ضربان سازی قلب رو به ما نشون میده. روش سوم که خیلی باز دوباره قابل استفاده است و خیلی از همکارا استفاده میکنن، به ویژه در مطب‌ها همین روش قابل انجام هست، تست ورزش است. تست ورزش چیست؟ ببینید ما همونطوری که در خیلی از جاها شنیدید، دیدید یا خود من حالا ممکنه قبلا در موردش صحبت کرده باشم، علامت بیماری های قلبی و گرفتگی قلبی، علائم آنژین، دردهای قفسه سینه و تنگی نفس وقتی برای ما خیلی اهمیت پیدا میکنه که در هنگام فعالیت باشه. پس ما در تست ورزش مکانیزم در واقع بر اساس همین مکانیزم میاییم و یک سری بیماری ها رو در قلب برآورد میکنیم. یعنی بیمار چه کار میکنه؟ این تردمیلی که توی منزل برای ورزش استفاده میشه، دستگاهی وجود داره، این تردمیل بیمار روی اون دستگاه قرار میگیره، همزمان همون لیدهایی که در نوار قلب خدمتتون عرض کرده بودم، البته نه تمام لیدها ولی نه عین همون، ولی معمولا لیدهای قفسه سینه اندامها کامل نصب میشه، ولی دیگه به اندامها نصب نمیشه به اون شکلی که ما در نوار قلب نصب میکنیم، ولی همزمان با فعالیت پیاده روی روی دستگاه تست ورزش نوار قلب هم از بیمار گرفته میشه. یعنی در واقع همون نوار قلب هست با این تفاوت که اینجا در هنگام فعالیت داریم اون رو ارزیابی میکنیم. و چرا این برای ما مهمه؟ به خاطر اینکه در هنگام فعالیت هست که گرفتگی های رگ، بیماری های شدید گرفتگی رگ ممکنه که با تغییرات نواری یا با ایجاد علائم خودش رو نشون بده. خیلی از بیماران ممکنه که هیچ علامت قلبی نداشته باشن، گرفتگی هاشون به گونه‌ای باشه که با تست ورزش درد قفسه سینه پیدا نکنن، ولی در نوار قلب علائم ایسکمی و کاهش خونرسانی در رگ‌ها دیده میشه. به انضمام اون از طریق اون ما میتونیم
میزان فانکشن کپاسیتی ما در اصطلاح میگیم، یعنی توانایی بیمار در راه رفتن و فعالیت رو ارزیابی بکنیم، که خیلی روش خوبی است که از طریق اون بتونیم پیشاگهی بیمار رو در واقع تخمین بزنیم، همچنین برای کسانی که قرار عمل جراحی بشن میتونیم برای اوکی عمل ازش استفاده کنیم، ببینیم که صحت و سلامت قلب در چه حدی است. برای بیمارانی که آنژیوپلاستی شدن، سکته کردن یا انواع اقسام بیماری های قلبی دارن، از طریق اون میتونیم باز برآورد بکنیم وضعیت فیزیکی کلی بیمار رو. پس این روش هم روش بسیار مفیدی است و تحت عنوان تست ورزش قلمداد میشه. روش دیگری که دیگه این روش پاراکلینیکی است که متخصصین قلب خودشون استفاده نمی‌کنن، یکیش اسکن قلب هست و یکی سی تی آنژیو. البته قبل از اینکه برم سراغ این دوتا یه نکته‌ای رو خدمتتون عرض بکنم، همونجوری که ما تست ورزش می‌کنیم و همزمان با نوار قلب قلب رو ارزیابی می‌کنیم، روش دیگری وجود داره تحت عنوان استرس اکو. این هم خیلی سوالیه که بیمارا می‌پرسن. استرس اکو هم همزمان با فعالیت و ورزش روی تردمیل قبل و بعدش اکوکاردیوگرافی انجام میشه و در صورتی که دیواره‌هایی از قلب به واسطه ورزش و افزایش خونرسانی ضعیف شده باشه، این باعث میشه که ما بتونیم در خصوص گرفتگی رگ تا حدودی بتونیم یه ارزیابی‌هایی داشته باشیم. البته این کار فوق تخصص‌های محترم در واقع اکوکاردیوگرافی هست و روش بسیار مفیدیه برای برآورد گرفتگی رگ. دو روش دیگر که خدمتتون عرض کردم، روشی است که ما کاردیولوژیست‌ها و متخصصین قلب استفاده نمی‌کنیم و کار یکیش اسکن هسته‌ای قلب هست، کار همکارای متخصصین پزشکی هسته‌ای هست، ماده رادیواکتیو هسته‌ای تزریق میشه، همزمان استرس به بیمار وارد میشه چه به واسطه ورزش و چه به واسطه داروهایی که تزریق میشه و باز از اون هم برای ارزیابی گرفتگی رگ ما استفاده می‌کنیم. و در نهایت سی تی آنژیوگرافی از روش‌هایی است که خیلی خوب میتونه آناتومی رگ‌های قلب رو به صورت سی تی اسکن به ما نشون بده که اون هم توسط همکاران رادیولوژی تفسیر میشه و توسط دستگاه سی تی آنژیو انجام میشه. امیدوارم تونسته باشم تا حدودی سوالات شما رو در خصوص روش‌های تشخیصی در حوزه بیماری‌های قلبی عروقی برآورده کرده باشم. امیدوارم همیشه سالم و سرفراز باشین و همیشه در صحت و سلامت به سر ببریم.